دفتر. تو مثل پرواز زیبایی، به نام خدا. سلام بچه های عزیزم، صبحتون بخیر. بیدارین؟ ها ساعت چند الان؟ ساعت 9. قاعدتا باید بیدار باشین دیگه. به به، روز جمعه، روز تعطیل، ریاضی، واقعا به به دیگه. حالا قضاوت با خود شماست. بچه هایی که اینجا همراه منم میگن که آخه تای چجوری دلت میاد 9 صبح جمعه این دانش آموزا رو بیدار کنین، سر کلاس ریاضی بنشینین. خدا همه ما رو ببخشه، انشالله که شما هم در واقع با عشق و علاقه وارد این کلاس شده باشیم، ولی من راستش رو بخوایم با کوهی از انرژی و انگیزه کافی وارد کلاس شدم و دوست دارم که یک کلاس خوب رو با هم دیگه بریم جلو. خب خیلی از شماها شاید پارسال با من کلاس داشتیم، بعضی از بچه‌ها هم شاید اولین جلسه شون هست و اولین بارشون هست که بنده رو می‌بینن. بنابراین من یه کوتاه و مختصر خودم رو معرفی میکنم برای اینکه شما خیالتون راحت بشه که این معلمه ای قابل اعتماد هست، میشه بهش به حرفاش گوش کرد و پیشرفت کرد. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که اسم من رضاست، فامیلیم تاری هست با تای دسته دار. البته فامیلی شناسنامه این بچه ها، چون میدونم خواهیم برین سرچ کنیم فلان، بهمان رضا آقا علی تاری هست، یعنی آقا علی جزو فامیلی منه، آقا علی تاری. بعد الان 25مین سال تدریسم رو آغاز کردم و بیش از 60 عنوان کتاب دارم. خدا رو شکر در تمام این سالهایی که تدریس کردم در مدارس خوب تهران و مؤسسات معتبر حالا تدریس کردم و دانش آموز خوب رو دیدم و میدونم که دانش آموز خوب چه انتظاری از معلمش داره. میدونم که باید باتون شوخی بکنم، میدونم که باید یه ذره بهتون اخ بکنم، بلدم که باید اینجا چون مسخره بازی در بیاریم، بخندیم با هم دیگه، چی رو به چه زبانی باید بهتون آموزش بدم و الی آخر. بنابراین خیالتون راحت بشه. توی کلاسمون هم تلاشمون بر این هست و فکر میکنم که حالا بچه‌ای که سال گذشته من کلاس داشتن این بهشون ثابت شد که هر آن چه که لازم هست برای ریاضی حالا اون سال مال شما که میشه هفتم، 0 تا 100ش رو به دانش آموز خواهم گفت. یعنی کتاب درسی رو کار میکنیم، سوالات سنگین تیزهوشانی کار میکنیم، ولی از همه اینا مهمتر اون مفاهیم است که دلم میخواد برای شما درست جا بیفته که پایه های بالاتر که میرین یه جورایی انگار بیمه شده باشین. آره خیلی خوب، بذاریم بیشتر حالا حرف نزنم، بریم با هم یه شروع بکنیم. انشالله کم کم با روش کار منم آشنا میشید. خیلی خوب، الهی با امید تو ریاضی هفتم اولین صفحه همون همین بود، درسته امیر حسینی؟ درسته؟ بله. اینه؟ خیلی خوب بچه ها، جلسه اولمون راجع به راهبردهای حل مسئله میخواییم صحبت بکنیم که 3 تا راهبرد خیلی مهم رو با هم چک میکنیم: راهبرد رسم شکل، راهبرد الگوسازی، راهبرد حذف حالتهای نامطلوب. خب بریم صفحه بعدیمون. بله، حل مسئله ها رو من به چند مرحله تقسیمشون کردم. به نظرم مهمه این تیکه اول تیتراشو بهتون بگم: فهمیدن مسئله، انتخاب راهبرد مناسب، حل کردن مسئله، بازگشت به عقب. 4 مرحله. خب حالا ماجرا از چه قراره؟ آقا ما بایستی مسئله ها رو بخوانیم. یه حرفی رو معلمای قدیمی، معلمای ریشه دار میگفتن که آقا میدونی یکی از مشکلات مهم بچه‌ها در ریاضی فارسیشون هست، چون درست نمیخونن، نمیدونن کجا باید تو جمله مکس کنن، کجا باید مثلا جمله ممتد بخونن و الی آخر. درست؟ بنابراین ما بایستی مسئله کامل دقیق روخانی کنیم با سواد فارسی خودمون و بعد اصطلاحا بعضی از جاهای مسئله خب تم قصه داره. خب به من چه؟ این که مثلا ایشون صبحونه نیمرو خورده یا نمیدونم املت خورده به من شما رفتی نداره، ولی این که مثلا ایشون 7 دقیقه
ایشان مثلا اون صورت مثلا رو دارم میگم، طول کشه تا صبحونش تموم بشه یا 15 دقیقه، این برام مهمه. برابر این زیر قسمت‌های مهمش خط می‌کشیم، پررنگشون می‌کنیم که ذهنمون تمرکزش بیشتر بشه. و در پایان بایستی ببینیم که آقا مسئله از ما چی میخواد. مسئله میگه آقا کی مثلا از خواب بیدار شده، یا مثلا کیلوی چند این برنج رو بفروشه تا اینقدر سود بکنه. هدف مسئله رو باید داشته باشیم. قسمت بعدی انتخاب راهبرد هست. اگر شما کتابهای آموزشی دبستانتون رو مرور بکنید، دقت میکنید که راهبردهای مختلفی به شما آموزش داده شد در طول این سالها. رسم شکل بوده، چه میدونم حذف حالت نامطلوب بوده، الگویابی بوده، الگوسازی بوده و و و راهبردهای مختلف. اولا یه خبر خوب بهتون بدم، ما میتوانیم یک مسئله رو با راهبردهای مختلفی باش برخورد بکنیم. یعنی معمولا یکی از دلایلی که شماها گاهی وقتا استرس پیدا میکنید که فکر میکنید ما معلم میگیم حتما از راهبردی که من معلم میگم باید استفاده کنید. نه، اگر معلمی هم همچین حرفی رو بزنه به نظرم داره اشتباه میکنه. بنابراین راهبرد انتخابش با خود شماست. خب منتها بعد تصمیم بگیریم بالاخره میخوای چیکار بکنی. درست شد؟ پس راهبرد تو انتخاب میکنی، بعد شروع میکنی به حل کردن مسئله. طبیعتا یه جمله مهم اینجا نوشتم، گفتم آقا گاهی وقتا ما راهبرد مناسب انتخاب نمیکنیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا اولش میگم خدایا میخوام با رسم شکل حلش کنم، میرم سمت رسم شکل، اه نشد، حالم گرفته میشه، خب دیگه نمیخوایم لجبازی کنیم با هم دیگه، خب برمیگردیم راهبردمون تغییر میدیم. و مرحله آخر مرحله چهارمون هست که چیکار میکنیم. آقا به یه جوابی رسیدیم، ببینیم که این جواب منطقیه. ببخشید عذرخواهی میکنم، چرت و پرت نباید جواب بدیم. مثلا به من میگه که آقا تعداد، خب میگه تعداد مثلا این کیسه های برنج چند تاست، تعداد کیسه های برنج چند تاست. خب من نمیتونم بگم تعدادشون میشه 3/7. خب این کیسه برنج بله ممکنه بر حسب کیلوگرم یا واحد جرم یا هر چیز دیگه‌ای بخوام بگم خورده یا اعشار داشته باشه، ولی زمانی که میخوام راجع به تعداد صحبت بکنم اینه 1 2 3 4 5 ایناست. پس باید یک عدد روند طبیعی رو بهش بدم. این میشه بازگشت به عقب و چک کردن منطقی حل مسئله. خب بریم وارد داستان بشیم. راهبرد رسم شکل بخونم برات. کشیدن یک شکل مناسب می تواند به حل مسئله کمک کند یا به طور کامل آن را حل کند، به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد. گاهی ممکن است شکل را فقط تصور کنید، یعنی نمیخواد بکشین، تجسم، تصور، و آن را رسم نکنید. منظور از رسم شکل نقاشی نیست، بلکه می تواند برای این کار شکل های ساده بکشید. خب یه سوال داریم. این آقایی که ملازمی فرمایید، ببین کسی میتونه بخونه؟ میتونی بخونیم بچه ها برم کیا بیدارن؟ آره چی نوشتم اینجا؟ اولومچنگ. خب این یه کاراکتریست که من چند سال باش دارم کار میکنم، خیلی با هم رفیق شدیم. آقای اولومچنگ بخونم برات. ساختمانی از 7 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. اولومچنگ در طبقه منفی 2 است. او ابتدا 3 طبقه بالا میرود، سپس 2 طبقه پایین می آید و از آنجا 5 طبقه بالا می رود. قلمچنگ اکنون در کدام طبقه است؟ قلمچنگ خیلی بیکار تشریف داره. بریم پای تخته. می خواهم رسم شکل کنم بچه عزیزم. نگاه کنید. ساختمانی از 7 طبقه روی همکف. بنابراین این مثلا اون ساختمان ماست. اینجا می شود همکف. و 7 طبقه روی همکف. 1 2 3 4 5 6 7 و 3 طبقه زیر همکف. گفتم زیرش خط بکشیم، بذارم خودم هم به حرفی که گفتم عمل کنم. 7 طبقه روی همکف، 3 طبقه زیر همکف. بعد قلمچنگ در طبقه منفی 2 است. راستی بچه ها همکف رو بگیریم 0، ایشون میشه -1، -2، -3. وقتی میریم بالا میشه مثبت. شما عددهای علامت‌دار رو شناختین همتون. 1 2 3 4 5 6 7. قلمچنگ کجاست؟ در طبقه -2، یعنی اینجاست. این زبدر آبی رنگ یعنی شروع حرکت این بچه. او ابتدا 3 طبقه بالا میرود. بریم جلو. 1 2 3. این شد ابتدا، 3 طبقه بالا می رود. رنگ رو عوض می کنم.
برای اینکه درک بهتر از مسئله داشته باشیم، مثلا سبز. سپس دو طبقه پایین می آید. سپس دو طبقه پایین می آید. از اینجا این یه طبقه، این دو طبقه. و از آنجا پنج طبقه بالا می رود. بریم ببینیم چه رنگی مثلا. بنفش اون بردیست. از اینجا پنج طبقه، نگاه کنید عزیزم. یک، دو، سه، چهار، پنج. قلمچنگ اکنون در کدام طبقه است؟ در کدام طبقه؟ در طبقه شماره چهار است. خب، بیاین یک کاری بکنیم. بچه ها دوم مقصر نیستن. شما هفتمی ها مقصر نیستیم. ما معلم ها مقصریم. یه جوری در ذهن شما در واقع انگار بهتون تحمیل کردیم، متاسفانه که کار خیلی بدی هم هست، که شما ها فکر میکنید این راه حل ریاضی نیست. این راه حل اتفاقا ریاضی ترین راه حله، چون اگر ما ریاضی رو بر مبنای خلاقیت و ایده پردازی اینو در نظر بگیریم و اینکه آسان کردن کارهام باشه، فکر میکنم این شیک ترین و بهترین راه حل باشه. خیلی خوب، حالا بعضی از بچه‌ها دوستان با راه حل های عددی برن جلو. درک میکنم عزیزم، میخوایم با راه حل عددی برن جلو. به احترام شما این کار انجام میدم. نگاه کنید، قلم از اول شروع کنیم. کجا بود قلمچنگ؟ طبقه منفی دو بود قلمچنگ. آها اینجاست قلمچنگ، اینجاست منفی دو. ابتدا سه طبقه بالا می رود به علاوه سه. سپس دو طبقه پایین می آید منهای دو. و از آنجا پنج طبقه بالا می رود به علاوه پنج. خب میشه لطفا جمعش بکنید؟ بچه ها منفی دو با سه میشه مثبت یک. مثبت یک منهای دو. بذار پله پله بریم جلو. این میشه یک، البته مثبت. مثبت یک منهای دو میشه منفی یک. منفی یک به علاوه پنج میشه مثبت چهار. خب اینها اینجا مثبت چهار. پس ما درست حلش کرده بودیم، درست؟ اما اگر قرار باشه که به من بگین که کدوم روشش رو بیشتر دوست داری، من اینو بیشتر دوستش دارم. البته به چشم روش ها بچه ها میگم دوستش دارم اینو، وقت آره به سوء تفاهم ایجاد نشه، من اینو به چشم روش دوستش دارم. خیلی خوب، بریم سوال بعدی ببینیم که بچه ها میتونن حلش کنن یا نه. خانم جهانگیری یک دقیقه بچه ها لطفا زمان بده، بعد بچه ها جوابشون واسه امیررضا میفرستن. بچه ها من اینجا با دوستانم، حالا من شما اونجا دور میبینیم ولی دوستان من پشت دوربین هستن و دارن چت باکس شما رو چک میکنن. جواب این مسئله رو بفرستیم برای امیررضا، میخواد به من گزارش بده. بسم الله، یه دقیقه شروع شد. خب حل شد. امیر جان جوابی که برات فرستادم میگی به؟ خب اول این کسی 38 گفته کیه؟ اولی شما. تیموری. چیه تیموری؟
آقای خانم تیمیری. بچه ها اسم کوچیکتون رو بنویسین توی در واقع به عنوان کاربر که من بدونم که شما دختر خانم هستین یا آقا پسر، چون میخوام کم کم اسمتون رو یاد بگیرم دیگه. مرسی. نفر بعد تیموری دیگه، نفر دوم میتونی بگی؟ محمد صالح بابایی و بقیه نفر. متشکرم. اکثر بچه‌ها درست گفتن. بچه‌ها اصلا سوال سخت نیستا. خودمونیم. سوال ما کتاب درسی تونه. خیلی خوب. ببینید. اول روخانی مسئله. یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 متر و عرض 5 متر است. اینها. این باغچه ماست. ایشون باغچه. ایشون 5، ایشون 10. اگر به فاصله 1 متر از ذیل‌های باغچه دور تا دور آن نرده بکشیم، خب چند متر نرده احتیاج داریم؟ به فاصله 1 متر. اجازه من رنگ رو عوض کنم. مثلا اینجا 1 متر فاصله اینجوری. این 1 متر، این 1 متر، اینا همه 1 متر. این است. میگه آقا چند متر نرده نیازه؟ بچه ها یه دور نرده کشیدیم؟ آره یه دور نرده کشیدیم. من فکر کنم گفته دو. بنابراین شما کافیه که محیط این مستطیل سبز رنگ رو اصطلاحاً حسابش بکنید. خب یعنی چی؟ اگر این 5 باشد، یه مترم اینجا باشد، یه مترم اینجا باشد، آیا این نمیشه 7؟ اگر کل این زرده 10 تا باشه، یه متر اینجا باشه، یه مترم اینجا باشه، آیا این نمیشه 12؟ خب حالا محیط آیا فرمول داره؟ نه، محیط فرمول نداره. یعنی دور تا دور شکل. البته شما وقتی که در دبستان بودید معلمات میگفتن طول به علاوه عرض ضرب در دو، درسته؟ یعنی من راستش خیلی دوست دارم اون کار رو انجام بدم. میگم آقا جمعش کنیم، 7 به علاوه 12 به علاوه 7 به علاوه 12 شود 38 m. ها m، راستی m چیه؟ کم کم با نمادها آشنا بشیم دیگه. m حرف اول کلمه متر هست، یعنی متر. پس من بعد وقتی میگم m، منظورم توی این درسایی که رابطه حال طولی ممکن داشته باشیم میشه متر. عادت کنیم. بهتره که اینجا بنویسیم که زبان ریاضی و علم هم رعایت کرده باشیم. خب بریم سوال دیگه حل کنیم ببینیم. سوال امتحانی. بیاد اینجا. آخ که این قلیه چه با نمکه. آره گوگولی. خب بخونم برات. قلی 1/2 باغچه را ریحان و 2/3 باقی مانده را تره کاشته است. نصف باقی مانده را نیز تربچه کاشته است. او چه کسری از باغچه را تربچه کاشته است؟ بچه ها نوشتم سوال امتحانی، چون فکر میکنم از هر دوتا معلم حداقل یکیش اینو توی امتحاناش، حالا چه ماهانه، مستمع، میان ترم یا ترم یا حتی آزمون‌های تستی به شما خواهد داد. میشه جوابشو بفرستین برامون؟ امیر جان جواب رسید بهم اعلام کن لطفا. منتظر بچه‌ها باشیم. بزن برم پای تخته. آره یه 30 ثانیه مکس بهشون میدین. آره امیر اصلا بچه‌ها سوالو ببینن یه لحظه. مرسی. خب اول چی بود؟ محمد یاسین کی؟ محمد یاسین غفاری نفر اول پاسخ داد. مرسی عزیزم. و خیلی های دیگه ها، خیلی های دیگه. اینو بهتون میگم که بدونیم بله کلاس واقعا لایو هست.
و من هم خبر دارم که در چت باکس چه میگذرد. نوبت منه بچه عزیزم. قلی یک دوم باغچه ای را ریحان کاشت. اجازه بدیم من یک باغچه براتون بکشم. این مثلا باغچه است. اضافیش هم پاک کنیم. او این کلش رو پاک میکنه. اینا یک دومش رو باغچه میگم باغچه کاشته ریحان کاشته، نصفش میکنم. نصف این گورخر خیاری چی؟ گورخر خیار خورده. آخه راه میشه گورخر، سبز هم مثلا تریپ خیاره دیگه، درست شد؟ گورخر خیاری همون ریحانه. پس می‌نویسیم ریحان. دو سوم باقی مانده. بچه ها اینجا باقی مانده است، درست عزیزم؟ این میشه باقی مانده. دو سومش رو می‌خوایم. اجازه بدید اینو مثلا بکنیمش بنفش. به سه قسمت تقسیمش میکنم و لطفاً خیلی این حرف مهمه، اگر چون باید شکل متقارن تقسیم بندی بشه، اگر این داره به قسمت های مساوی تقسیم میشه، این ورم به قسمت های مساوی تقسیم میشه. پس اینجوری. حالا این تیکر هم میخوایم بذاریم برای چی؟ برای تره. اینم میشه چی؟ اینم میشه ببعیه. این خب میدین که ببعیه دیگه، خب میشه ببعیه بادمجون خورده چون رنگش بنفش شد. چه بیمزه. نصف باقی مانده را نیز تربچه کاشت. خب باقی مانده، بچه ها باقی مانده اینجاست، درسته؟ اینو نصف میکنیم، نصفش میکنیم. لطفاً حتماً اینو امتدادش بدید. آها، چون این نیمه نصف شده، این نیمه هم بایستی رفتار متقارن داشته باشیم، نصف میشه. اینم از این. گفته بودم که نصف باقی مانده را تربچه کاشت. اینم میشه ببعی بلوند میتونه باشه، یا ببعی که مثلا موز خورده. خب کاری نداریم. حالا بچه ها کلن اینجا ما چه تعدادی مربع هم اندازه کوچک داریم؟ 3، 4 تا 12 تا. چقدرش خالی مونده؟ 1/12. تمام. کجا رو میگم 1/12؟ اینو میگم این 1/12. بنابراین چه کسی از باغچه تربچه کاشته است؟ حالا اینجا دقت کنید، این 1/12 باقی مانده ای ماست. ببینید که تربچه چقدر بود، نصف تربچه این میشه. آره اینم میشه 1/12. تربچه این بود بچه ها. آره نصف تربچه کاشته است، اینم تربچه بود. در واقع 1/12 خالی مونده، 1/12 هم تربچه است. اوکی این؟ اگر سوال دارین لازم که من تکرار کنم برای امیررضا لطفا بفرستین تا بهتون بگم. جان امیر تکرار باش کی پرسیده تکرار کنم براش؟ کاربر. خب یکی بوده کاربر میگه بگو تکرارش کن. چشم تکرار میکنم. فقط اسمتون رو بنویسین بچه‌ها، من میخوام اسمتون رو یاد بگیرم، برای همین میگم اسمتون رو بنویسین، خواهش میکنم. کاربر عزیز که پرسید تکرار کن. چشم. ببین امیر حسین یه راست تخته لطفا به بچه‌ها بده. من ابتدا آمدم یه مستطیل بزرگ کشیدم و بعد با رنگ سبز اینو نصفش کردم. اینجا رو دارم میگم. چرا؟ چون گفته بود قلی یک دوم باغچه رو ریحان کاشت. یک دوم باغچه رو ریحان کاشت. این قسمتی که میبینید سبزش کردیم شده گورخر حالا سبز، این قسمت ریحانه، نصف باغچه شماست. نصف باقی مانده و دو سوم باقی مانده رو تره کاشته. اون قسمتی که من بنفشش کردم، منظورم این اینجا رو دارم عرض میکنم. خب این قسمت در واقع دو سوم از باقی مانده ماجراست. یعنی وقتی من سبز رو مشخص کردم، حالا اومدیم بقیه رو سه قسمت کردیم، دو سومش. این قسمت رو هم تره کاشته. اینم تره. و قسمت پایانی نصف باقی مانده رو نیست تربچه کاش. اون تربچه داستانش اینه که این تیکه باقی مانده ما بود، نصفش کردیم، این نصفشه. این تیکه میشه نصفش. این نصف یعنی در کل 1/12. نکته ماجرا کجاست؟ اینه که وقتی من یه طرف رو نصف میکنم، اون طرف هم باید نصف کنم. وقتی یه طرف رو سلس میکنم، اون طرف هم بایستی سلس بشه. متشکرم ازت. مرسی. خب بیایم روی صفحه بزرگمون. بازم یه سوال کتاب درسی. این تصویر براتون آشناست.
خیلی هم سوال رایجیه. شما تو هر آزمون کشوری که شرکت کنین، قلمچی، گاج، مبتکران، خیلی سبز، مرآت، هر جا شرکت کنین، شبیه این سوال رو میبینید بچهای عزیزم. خب بنابراین خواهش میکنم که این سوال رو با دقت سعی کنیم حلش بکنیم. صورت سوال رو بخونم، تو فاصله که من دارم میخونم شما جوابتون رو بفرستید. خب امیرزا من خواهد گفت. توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها میشود. خیلی خوب. و پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این توپ از لحظه رها شدن رها می شد. تا سومین مرتبه که به زمین می خورد چند متر حرکت کرده است. منظورش کل اون حرکت است. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که توپ تنیس رو دیدین؟ اینجوری می زنین بعد میره اینجوری هی ارتفاعش کم میشه تا برسه به زمین دیگه بالا نمیاد. خب این همون داستانه. حالا مثلا با توپ فوتباله. کس جواب فرستاد؟ میگم فعالی. ای با کی؟ بگو. اولی امیر حسین اسماعیلی 45. امیر حسین. خب امیر حسین ای والا. دیگه خانم یگانه. خانم یگانه آفرین. متشکرم. محمد عطا مسلمی. متشکرم. هلیا نقوی. هلیا متشکرم. و محمد رضا فرجی. متشکرم آقا جان. محمد رضا فرجی عزیز. متشکرم. و بقیه بچه‌ها. خب اعلام میکنیم اسمتون. یعنی من میخوام تشکر کنم از دانش آموزی که فعاله، چون کم کم ممکن سوال سخت هم داشته باشیم ما، بعد سوال جایزه دار هم داریم. حالا با هم همراه باشیم بریم جلو. شکل فرضی رو رسم بکنم. توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین اینجا، این فاصله 18 متر M یعنی متر به زمین برخورد میکنه. اینجا هم بچه ازم زمینه، مثلا این مثلا زمینه، اینم زمین. و پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلیش بالا میاد. باشه، یعنی این 18 متر اومده میره نصف تا نصف 18 متر میاد بالا. یعنی اینجا چقدره؟ اینجا 9 متره. طبیعتا میاد پایین دو مرتبه. تا چند بار؟ تا سومین مرتبه که به زمین میخورد. باش، این اولین مرتبه که به زمین میخورد دیگاه کنید، براتون پررنگش میکنم. اینجا این اولین برخورد با زمینه، این دومین برخورد با زمینه، سپس دو مرتبه نصف ارتفاع قبلیش. نصف 9 متر میشه چقدر؟ میشه 4.5 متر دیگه. نصف 9 دوم 4.5 میره بالا، بعد میاد پایین اینجوری. این 4.5 این میشه در حقیقت سومین برخوردش با زمین. تکرار کنیم. این توپ از لحظه رها شدن، یعنی اینجا که ولش کردیم افتاده پایین، خب تا سومین مرتبه که به زمین میخورد چند متر حرکت کرده است. خب بچه ها یه 18 متر ما داریم، یه 9 متر برو بالا، آهان، یه 9 متر بیا پایین، آهان، یه 4.5 متر برو بالا، یه 4.5 متر بیا پایین. اینم از این بیا پایین. خب راستی تاری، چرا اون 9 دو بار نوشته شدن و 4.5 دو بار نوشته شده ولی این 18 یه بار؟ آهان، چون گفته توپو رها کردیم، توپو اینجوری ننداختیم که هم بره بالا هم بیاد پایین. توپ اون 18 متره فقط اومده پایین، فقط پایین اومده. خیلی خب، بنابراین آقا و خانم ایشون میشه 9 تا، 3.9 تا 27 تا کلن و 18 میشه 45 متر. 45 متر. تا اینجای درس فکر میکنم خیلی خوشبختانه ساده بود و به نظرم باید هم اینطور میبود، به خاطر اینکه اول صبح جمعتونه یواش یواش موتورتون را میندازیم. خب بچه تا اینجا مشکل ندارین؟ همه رو فهمیدین؟ همینجا سوالی هست بگو. تکرارش کنیم. خب حالا اونایی که قطع میشن میتونن دو مرتبه ببینن، اینو بهشون پاسخ بده، ولی من به احترامش چش تکرار میکنم این سوال رو براش. ببینید یه بار دیگه، از ارتفاع 18 متری رها کردیم، از 18 متری رهاش کردیم، اینجا خورده به زمین، انگشتم ببینید اینجا، بعد نصف ارتفاعی که رها شده یعنی نصف 18 که میشه 9 متر اومده بالا دو مرتبه، همون وقت برگرده، وقتی میاد بالا برم بگرده دیگه، برم بگرده، ترکیب غلطی است، برم بگرده، خیلی آمین حرف زدن، بعد بازگشت کنه، خدای کمکم کن چی باید بگم اینجا. آره 9 متر بره بالا، 9 متر برگرده،
دو مرتبه وقتی اینجا زمین میخوره، خب نصف اون 9 متر رو میبایستی بره بالا. چقدر؟ 4.5. میره بالا، 4.5 میادش پایین. درست شد؟ خیلی خوب. اینم از این. حالا مجموع همه اینها رو لحاظ میکنید، یعنی یه 18 متر، یه 9 متر، یه 9 متر، یه 4.5، یه 4.5 که میشه 45 متر. اینم داستان این سوال بود. ببینید سوال بعدی اون چیه؟ آخ جانم، آخ جانم اینجا کیا شکرستان رو میبینن؟ میبینی این شکرستان رو؟ خیلی جالبه، بچه هایی که اینجا من کار میکنم، خب اینا اکثرشون، یعنی همشون دانشجوی موفق ما هستن و اینها، بعد اینا بیشتر از شما نگاه میکنن. الان امیر حسین و امیر رضا و همه دارن میگن ما شکرستان میبینیم. خیلی خب، منم میبینم راستش بخوای. آره منم میبینم، باحاله. به نظرم چیز کار خلاقانه است. خب نگاه کنیم بچه ها، بخونم براتون بعد ایدهش با شما. این برای مهمه. از شکرستان به نبات آباد دو جاده. البته این گفته تست پنج ولی گزینه هاشو نذاشته. فکر کنم اشتباه تایپی، اب نداره. گزینه داره اینجا تو نسخه اصلیمون، اشکال نداره. اینا تستشو بعدا اصلاح کنیم بچه. دو جاده و از نبات آباد به قندستان سه جاده وجود دارد. همچنین دو جاده از شکرستان به قندستان وجود دارد. همه جاده ها یک طرفه هم و به سمت قندستان می باشند. به چند روش می توان با عبور از حد اکثر دو جاده از شکرستان به قندستان رفت. خب ایداتون رو بگیم ببینم، ببینیم که جوابش چیه. فرستادم برای جوابش بچه ها، منتظرم. خب اولین جواب درست کی گفت؟ اولین جواب محمد یاسین قفوری گفت 6. خب درست کی گفته بود؟ 8 کی گفته بود؟ 8 کی گفته اول؟ 8 محمد صالح بابایی. محمد صالح باریکلا. دفعه اول جواب درسته سر دیدین؟ باریکلا. فعلا بیشتر پسرا دارن حل میکنن؟ بیشتر پسرا. دخترا نکنه حل نمیکنن؟ دخترام هستن. دخترام هستن. خب دخترا بجنبین. بجنبین دخترا عزیزم. بجنبین باریکلا. خیلی خوب. بیاین اینجا. شهرهای ما اینا هستند. اینجا شکرستانه. از شکرستان به نبات آباد دو جاده. اینجا نبات آباده. یه جاده، این دو جاده. و از نبات آباد به قندستان سه جاده وجود دارد. قندستان. نبات آباد به قندستان. تا اینجا درست شد. بچه این خطا میدین چیه؟ این هم جاده ها. مثلا میگه جاده کرج، جاده چالوس، جاده حراز، جاده بندرعباس. خب اینا جاده هن. من دیگه خطا شکل حدودی کشیدم. همچنین دو جاده از شکرستان به قندستان وجود دارد. دو جاده از شکرستان به قندستان وجود دارد. اه؟ شبیه قورباغه شد. نگاه کن خیلی باحاله. ده چشمک میزنی. نگاه کن اینجا. ای شیطون. خیلی خوب. بعد چند به چند روش میتوان با عبور از حد اکثر دو جاده از شکرستان به قندستان رسید. از شکرستان به قندستان. یک جمله مهمی تو این سوال وجود داره. خیلی برام مهمه که شما که استادم میخواین ریاضیکار حرفه‌ای بشین روی کلمات حساس باشین. نوشتم حد اکثر دو جاده.
وقتی میگم حد اکثر دو جاده، یعنی دانش آموز باید بدونه که آقا یا از این طرف میخواد بیاد به اینجا، یعنی با عبور از نبات آباد برسه به قندستان، یا نه مستقیم مثلا از این جاده کمربندی ها یه تک از شکرستان بیادش به کجا؟ به قندستان. خب من میخوام یه کاری انجام بدم باهاتون. خب جوابش میشه 8. مثلا این 8 اگه اینجوری بخوام با ضرب و تقسیم بگم میترسم اذیت بشین. با شکلش توجیه میکنم که چرا بایستی جواب ما 8 بشود. مثلا قبلش چون برام خیلی سوال مهمی هست، یه لحظه تمرکز کنین عزیزه من که من چرا همچین شکلی رو براتون کشیدم. صورت سوال بخونیم بعد راجبش حرف بزنیم. از شکرستان به نبات‌آباد 2 جاده. از نبات‌آباد به قندستان 3 جاده. از شکرستان به قندستان که مستقیم هست، مثل جاده‌های کربندی که مثلا از شهر عبور نمی‌کنند، بیرون شهر را میرن، 2 جاده وجود داره. این شکل فرضی منه. تمام؟ خب حالا نگاه کنید، مسیرهای شما میتواند اینجوری باشد. بذار به این جاده ها من اسم بدم یا شماره بدیم بهشون. خیلی کار خوبی شماره دادم، ولی خب این جاده ها شماره دادیم، این 2، این 5، اینم 6. تا اینجا درست شد؟ خب اگر از جاده شماره 1 بره میتونه از جاده 2 بره، 3 بره، 4 بره. یعنی چی؟ یعنی جاده 1 و جاده 2، جاده 1 و 3، جاده 1 و 4. این شد چند حالت؟ این شد 3 حالت. خب آها، یه نکته خیلی مهم، وقتی ما توی ریاضی، چون شما در آینده میخواین کار کنین، میخواین حرفه‌ای بشین، وقتی از کلمه مسیر استفاده میکنین، خب مسیر تلفیقی است، یا بهتر بگیم ترکیبی است از یک یا چند جاده. یعنی مسیر میتونه از دم خونه من تا اینجا باشه، یعنی فقط یه خیابون ببینم، ممکن نه برم چند تا خیابون بچرخم برسم به اون هدفم، مقصدم. پس مسیر وقتی من معلم به کار میبرم این کلمه رو، میتونه یک جاده باشه یا چندین جاده باشه. حالا الان جاده های 1 و 2 یه مسیر محسوب میشن، 1 و 3 یه مسیرن، اینم یک مسیره. خب حالا میتونه جاده 2 بره، بعد اون من چه 2 گذاشتم، این بعد 7، آره اینو 7ش بکنیم، مرسی. از جاده 7 بره با 2، 7 و 2، این یه مسیر، 7 و 3 این 2 مسیر، 7 و 4 اینم 3 تا. شد چند تا اینجا؟ شد 6 تا. قبول؟ اما بچه‌ها یه مسیر هم مستقیم از جاده 5 میره، که این مسیر اتفاقا یه جاده ای هست محسوب میشه. پس یه مدونه مسیر 5 داریم، یه دونه مسیر چی داریم؟ یه واو نزن که با اون قاطی نکنین، جدا زیرش می‌نویسم 6. خب اون 6 تا، 2 دسته 3 تای 6 تا، اینم چند تا؟ 2 تا شد، کلا 8 تا. این شد در واقع شیبه رسم شکلش. اما حالا بیاین یه جور دیگه برخورد بکنیم. بذار من اینو بذارمش این طرف. نگاه کن عزیزم، جاده های چی بود؟ 1 و 7. این جاده 1 و 7، خب اینم جاده های 2 و 3 و 4. خب میتونه از جاده مثلا 1 بیاد، نگاه کنی، 1 با 2، 1 با 3، 1 با 4. انگشتم ببینی اینجاست، 1 با 2، 1 با 3، 1 با 4. این چند تا حالت شد؟ 3 حالت. حالا جاده 7 میره، این یکی انگشتم، جاده 7 با 1، 7 با 2، 7 با شمارهاش قاطی نکنم، 7 با 2، 7 با 3، 7 با 4. یعنی چی؟ یعنی 2 دسته 3 تایی، 2 دسته 3 تایی، 2 دسته 3 تایی یعنی چی؟ یعنی 2 ضرب در 3 میشود 6 روش. آها، که بعدا بهش میگین اصل ضرب. ببینید، بنابراین اگر میخواستیم با شکل نریم جلو، میگفتیم 2 ضرب در 3 یا به علاوه، اینو میگیم یا اون دوتایی که اونجا داریم به علاوه 2 که میشه 6 و 2 میشه 8. یقینا شما این روش رو دوست دارین یاد بگیرید، من که میدونم شما دوست دارین روش بالایی رو یاد بگیرید، ولی برام مهمه که شما اول این ایده شمارشی این رو تجربه کنی، اگر یه بار باشاشونتون ببینی بعد برسیم به 8. من یه بار ببینم از کجا آوردم، چون اگه این کارو بکنین که اصلا ذهنی حلش میکنی. بچه‌ها برای این سفر یا بایستی شما از این مسیر بالا برید یا از این مسیر پایین برید. تاری گفتی یا؟ آره گفتم یا. بله، یعنی زیرش نوشتم. خب حالا اگه مسیر بالا بری
یه دو جاده داری، یه سه جاده داری. به ازای هر کدوم از این جاده ها اونور سه جاده وجود داره. یعنی میتونی یک با دو، یک با سه، یک با چهار. هفت با دو، هفت با سه، هفت با چهار. پس میشه دو دسته ستایی، میشه چند تا؟ میشه شیش تا. یا تأکید میکنم، یا به علاوه این دوتا رو میتونم برم، به علاوه دو میشه هشت تا. تمام شد؟ خیلی خوب. خانم جهانگیری یه دسته بچه ها تخته بده لطفا. بچه ها یه بارم، چون برام مهمه این سوال، یک بارم مسیرهایی رو که من براتون رسم میکنم ببینید اینجا. نگاه کنید. از جاده یک میام، میرم جاده دو. این یه مسیر. مسیر بعدیم. از جاده یک میام، از جاده سه میرم. این چند تا؟ این دوتا. از جاده یک میام، از جاده چهار میرم. تا این شد چند تا؟ شد سه تا. رنگ عوض کنم. مثلا نارنجی. از جاده هفت میام، میرم جاده دو. این چهار تا مسیر. از هفت میام، از سه میرم. این شد چند تا؟ پنج تا. از هفت میام، از چهار میرم. این شد شش تا. یا در نهایت از جاده پنج میام یا از جاده شش میام. مرسی، متشکرم. کلان شد چند تا؟ کلان شد 8. حالا دیدیم با چشمتون که ما 8 درست حساب کردیم. ببخشید که من این سوال طولانی توضیح دادم، ولی مفاهیمی در این سوال وجود داره که گاهی وقتا معلمایی که فقط مقاطع پایین درس میدن نمیدونن که اگه ماسمالی کنن یه چیزی و بچه چه تاوانی در سوال بالاتر پرداخت بکنه. من دوست دارم کاری بکنم که شما در سوال آینده اذیت نشید، برای همین یه ذره زیاد توضیح دادم. منو ببخشید. خیلی خوب. البته چرا ببخشید؟ کار خوبی کردم ها. آره آقا، نه واسه چی ببخشید؟ واسه چی عزیزم؟ دعوا داریم انگار. شوخی میکنم. انشالله که خوش بگذرد کلاس بهتون. بگذاریم. آو جانم، ای جان. جانم، این سوال عشقه. این سوال عشقه. من بیام با این قاب صحبت کنم. بخونم برات. ببینم کی میتونه اینو حلش بکنه. سوال جونداره. سوال جنگیه. نگاه کن. گنجایش دو کاسه، سه لیوان و یک پارچ با گنجایش شش لیوان، یک کاسه و یک پارچ و همچنین با گنجایش دو پارچ، یک کاسه و یک لیوان برابر است. اگر بدانیم گنجایش یک لیوان 250 سانتی متر مکعب است، گنجایش پارچ و کاسه را پیدا کنید. خب لطفاً زمان اگر داریم که داریم، دو دقیقه به این سوال وقت بدیم، ببینم چیکار میکنید.
خب حواسمون به چت باکس شما هست. محمد عطای مسلمی اینور آمار کارت بچه من دادن، دمت گرم بابا، ای والله باریکالله، خدا حفظت کنه، ماشاءالله. و محمد یاسین شما هم متشکرم، و بقیه بچه ها اینا که گفتن نفرات اولی بودن که پاسخ داده بودن به ما، سپاسگزارم، متشکرم. بذاریم بریم پای اون تخته ببینیم این مسئله، چون میدونم بعضیتون یه ذره اذیت شدین، خب کم کم دارین سوال سختم حل میکنین، ببینیم که این مسئله ای که یه ذره میتونه چالش برانگیز باشه رو چجوری میشه با چند تا حرف یا حالا نقاشی ساده حلش کرد. بسم الله. یه بار دیگه میخونم برات، وزیرش خط میکشم. گنجایش دو کاسه سلیوان و یک پارچ. اوه چه رنگی، اصلا بچه ها نبینم. اینجا آندو هم داریم، چه باحال. من فکر کنم فقط پاک کنیم. دو کاسه سلیوان و یک پارچ با گنجایش شش لیوان یک کاسه و یک پارچ. خب جلوتر نراتاری آقا، یکی از مشکلات ما هنگام حل مسئله اینه که بخوایم همه رو یه جا حلش کنیم، تیکه تیکه میریم جلو، قدم به قدم میریم جلو. متشکرم. دو کاسه، کاسه رو میگیرم کاف، دیگه نقاشی نمیکنم، از حروف استفاده میکنم. بعد لیوان رو میگیرم لام، و پارچ رو میگیرم پ. این چه پارچیه؟ پارج. خب گنجایش دو کاسه، کاف کاف، سه لیوان لام لام لام، و یک پارچ مساوی با گنجایش شش لیوان لام 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 لام. چند تا شد؟ یک دو سه چهار پنج شش. یک کاسه و یک پارچ، یک کاسه و یک پارچ، اینا با هم چی هن؟ برابر است. او 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 برابر است، برابر است، بماند. خب میشه لطفا جلوتر نریم ببینیم که چه نتیجه‌ای اصطلاحاً میتونیم از این یه تیکه بگیریم، چون اینجا به نظر یه اتفاق خوبی قرار بیفت. بچه ها رنگ رو عوض کرده، سپس میگیم آقا این کاسه همین کاسه است. چیزایی که در دو طرف تساوی یکسان هستن خطشون بزنید. این کاسه همون کاسه است. خیلی خوب. این پارچ هم همین پارچه. این هم هستی. سه تا لیوان این ور دارم، سه تا لیوانم اون طرف دارم. خب بنابراین میتونم این سه تا لیوان رو بگم با اون سه تا لیوان معادل هم هستن، برابر هم. پس میتونیم خطشون بزنیم. سه تا لیوان، سه تا لیوان. این هم هستی. چی باقی مون؟ او از این طرف یک کاسه باقی مانده است، از آن طرف سه تا لیوان. خیلی باحال شد نه؟ پس میتونم بگم که آقا یک کاسه مساوی سه تا لیوان، نتیجه گنجایش کاسه مساوی با. خانم ها آقایان، هر لیوان گنجایشش چقدر بود؟ 250 سانتی متر مکعب. بنابراین من اینجا میگم 3 تا 250 تا 750 سانتی متر مکعب. این شد گنجایش چی؟ کاسه. درست شد؟ بچه تکرار میکنم، نگران نباشی. ولی یه نکته خیلی مهم، جا نمونید تو ریاضی. آره من بهتون بعد این سوال خواهم گفت که چجوری با ریاضی برخورد کنین که اصطلاحا تو کلاس استرس کمتری داشته باشین، چون بعضی بچا استرس یادگیری دارن. اینا همه رو بلدن، بهتون میگم خیالتون راحت. تا اینجا فعلا یاد گرفتین. پس گنجایش کاسه میشه 750 تا. اما یادتون گفتم بقیه‌اشو ساب کنین، بعدش میریم جلو. بزن رنگ قلم رو عوض کرده و اکنون. خب این همچنین به نظرم مهمه. این همچنین یعنی که از اینجا به بعد، یعنی گنجایش دو پارچ و یک کاسه و یک لیوان، خب میتونه با گنجایش همون دو کاسه و سه لیوان یک پارچ، یعنی اول فرقی نمیکنه چون بین همشون مساویه، یا گنجایش اینجا شش لیوان و یک کاسه و یک پارچ برابر باشه، یعنی شما میتونید اینجا یک تساوی دیگر هم تشکیل بدید. بذار اینجا بهتون بگم، شما در سه وضعیت، در سه وضعیت این ارتباط بین لیوان و کاسه و پارچ رو داشتین که هر سهشون با هم دیگه گنجایششون برابره. خب حالا من اینو بنویسم، این بنفشه که زیرش خط کشیدم، دو پارچ یک کاسه یک لیوان، پارچ پارچ یک کاسه یک لیوان.
تاری فرقی میکنه که با کدومشون بریم؟ منظورم این دوتاست. نه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما مثلا بیاین با این برین یا با اون یکی برین. تکرار میکنم هیچ تفاوتی نمیکنه. مثلا من با اون سمت راستیه میرم. بریم میشه نمیشه. به سمت چپی به نظرم راحت تره. آره. وقتی فرق بذار با این بریم جلو. خب. کاسه کاسه. فکر کنم این رنگ بچه ها نبینم. میشه چیز کنی؟ آره. استریم بچه ها بده مرسی. کاسه کاسه. لیوان. لیوان. لیوان پارچ. خب. درست شد. حالا دو مرتبه همون بازی قبلیمونو تکرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که عین هم هستن دو طرف تساوی خط میخورن. خب. اینجا یه پارچ. این یه پارچ. بعد یه کاسه. اینم یه کاسه. بعد دیگه چی؟ یه لیوان. اینم یه لیوان. خب چه اتفاقی افتاد بچه عزیزم؟ یک پارچ برابر شد با یه دونه کاسه و دو تا لیوان. او چه بامزه؟ بله بله. خب خانم ها آقایان، کاسه رو در مرحله قبلی داشتیم چقدر؟ 750 تا. خیلی خوب. پس می شود بذار اینجا بگیسیم گنجایش پارچ میشه یه دونه کاسه، یعنی 750 به علاوه دو تا لیوان. بچه ها هر لیوان اون چقدر بود؟ 250 بود. قبول دارین؟ دو تا لیوان میشه دو تا 250 تا، یعنی 500 سانتی متر مکعب. پس دو تا 250 تا، خلاصه این میشه 500 با این 750 میشه 1250. تمام. درسته؟ خب چقدر وقت داریم بچه ها؟ 6 دقیقه وقت داریم. بذار من یه بادی واسه بچه‌ها توضیح بدم. راستش نگرانشونم. خب. یه لحظه نگاه کن عزیزم. فکر کنم رو این صفحه بهتون توضیح بدم راحت‌تر متوجه میشید. آره، یه ایده خوب آموزشیه. نگاه کنید. باریکلا. تاری یه لحظه حرف نمیزنه. گاهی وقتا صدای معلم تو گوش دانش آموز مانع یادگیری میشه. پس بذار من سکوت کنم. یه قدم کوچولو میزنم. نگاهش کنید بعد من شروع کنم به تکرارش. دیدی این ماجرا چی بود؟ خب حالا اجازه می تکرارش کنم بریم. ما مسئله رو خوندیم. مسئله راجع به گنجایشه و ارتباط بین گنجایش لیوان و پارچ و کاس است. این بحث ما تو این سوال. تمام. حالا میام میگم که توی این وضعیت دو کاسه، سه لیوان و یک پارچ، حرف کاف یا حرف که نمایانگر یا نماینده کاسه است، حرف لام مربوط میشه به گنجایش لیوان و حرف پ هم مربوط میشه به گنجایش پارچ. اینو من نوشتم. این وضعیت با این وضعیت شش لیوان یک کاسه و یک پارچ و وضعیتی که زیش بنفش کشیدم دو پارچ یک کاسه و یک لیوان، هر سه با هم برابرن. وقتی سه تا عبارت دارین که با هم مساوی هستن میتونید دو به دو بگین با هم تساوی بذارین بینشون. تمام. خب من دو تای اولو بینشون تساوی نوشتم. اینا که خط زدم چی بوده؟ پیش خواهم گفتم خدای من این تساوی برقراره. سه تا لیوان با سه تا لیوان اینور که فرقی ندارن. پس هیچ، یر به یر خط بخورن. یک کاسه از اونور با یک کاسه از اینورم فرق ندارن، خط بخورن. یه پارچ از سمت چپ با یه پارچ از سمت راستم خط بخورن. چی باقی مون؟ آها، از سمت چپم یه دونه کاسه باقی ماند و از سمت راستم سه تا لیوان باقی ماند. بعد اینجا گفتم که آها، پس لابد این کاسه معادل یا برابر اون سه تا لیوان هستش. خب و از طرفی در متن سوال گفته بودیم که گنجایش یک لیوان 250 سانتی متر مکعبه. خیلی خوب، پس میشه 3 تا 250 تا میشه 750 سانتی متر مکعب. تا اینجا درست شد؟ خیلی خوب. حالا بریم وضعیت بنفش رنگ ببین چیه. دو پارچ یک کاسه یک لیوان نوشتم اینجا. این سمت شبیه است. دو پارچ یک کاسه یک لیوان. عرض کردم بهتون عزیزای من، گفتم که حالا هم میتونم با این معادل بگیرم، یعنی سمت چپ، هم با اون، چون اینا هر سهشون با هم مساوی. هی دارم تکرار میکنم این موضوع رو دو مرتبه. هم بازی خط زدن، یعنی کاسه با اونور، پارچ با اونور، لیوان با اونور و الاخر خط زدیم. آخر چی مونده؟ از سمت چپ یه دونه پارچ خط نخورده باقی مانده، از سمت راست یک کاسه باقی مانده و دو تا لیوان. خب حالا کاسه شما تو مرحله قبلتون آبیه، نوشتم 750 تاست. این 750 نوشتم اینجا. این 750 همینی که اینجا بودش.
خب دو تا هم لیوان دارم، 250 تا 500 میشه 1250 تا و تمام. خیلی خب چی داری حالا؟ او تست ستاره داره. امیر حسین ببخشید یه بار دیگه زمان به من بده، چقدر وقت دارم؟ 2 دقیقه فکر کنم به این نرسیم. آره چون اینو بعد بذار توضیحش رو بچه‌ها بدم ها که زمان اون طرف نشه. ببینید بچه‌های عزیزم، سوال بعدی که من یه سری برش گردوندم تست جایزه دارمون هست، تو جایزه شما هم نیست. داستان ستاره ها رو بهتون بگم چیه. ما اینجا یک واحدی برای جایزه داریم به نام تام استار. تام استار. خب داستان از این قراره که سوالات ستاره داری که در جایزه من هست که الان زنگ بعد ببینیم، اول با همون ستاره دار می‌خوام شروع کنیم. این سوالات در حقیقت هر کسی که بهشون پاسخ بده، حالا چه درست چه غلط، یک ستاره از ما میگیره، یه تام استار از ما میگیره. خب اما اگر درست پاسخ بدید 3 تا تام استار میگیرید. درست شد؟ خیلی خبر خوبیه ها. یعنی شما حتی اگه غلط هم پاسخ بدید یه جایزه از ما خواهید گرفت، یه تام استار رو گرفتین شما. درست شد؟ برای اینکه درست پاسخ بدید، برای اینکه کسی که زحمت بیشتر کشه، خب 3 تا ستاره جایزه میگیره. خب تاری این تام استارا چی میشن؟ بعضی به شوخی میگفتن که خب شما برام ستاره میفرستین دم در خونمون بشه در یخچالمون. نه عزیزم اینطور نیست. این تام استارها تبدیل میشن به جایزه برای شما. یعنی چی؟ یعنی حالا تخفیف شهری، خرید پکیج های ما، جایزه های نقدی، جایزه های غیر نقدی و جایزه های خفن. اصولا تاملا سازمانی هست که آنچه میگوید رو عمل میکنم. منم که رضا طاهری ام دیگه میدونین که خالی بندی براتون ندارم، هر چی هست واقعیته. بنابراین پیشنهاد میکنم وقتی بهتون میگم سوال ستاره دار، خلاصه موتوراتون رو روشن کنین، با همه وجود اون سوال رو حلش بکنین. اگرم غلط شد فدای سرتون. درست شد؟ ضمن در پنل شما در کار در تاملند این استارها، تام استارها ثبت میشه. پس شما هر چیزی که اینجا چت باکس برام می‌نویسین اتوماتیک در واقع این دستگاه خودش میره اونجا ثبتش میکنه و حقتون تضییع نمیشود. خیلی خب بریم یه آنتراک بهشون بدیم الان. یه استار بکن 1 رو به درسته؟ جان؟ آره دیگه، یعنی یه آنتراک 15 دقیقه داریم چون 2 زنگ دارم با اینا بچه‌ها. خیلی خب بچه‌ها فعلا باهاتون خداحافظی می‌کنم تا زنگ بعدیمون. مرسی، خداحافظ.